و صراحت گفته میتونم که در آینده های نزدیک اگر به همی ترتیب بازی ها دوام بکنه و ایرانی ها هم به همی ترتیب به نحو ساده فکر بکنن گبارم، ما باورم این است که به ایران یک مشکل بسیار اساسی را پیش میکنن. در عین زمانی که در نفس طالب ها همه در جریان هستند، مطلعه هستند که طالب به هیچ اصل متعهد نیست، فقط اونمو اصلی را که خودش ترسیم کرده یا برش ترسیم کردن و اون کارخانگی را برشان دادن اونمو چوکات کار میکنند دیگه، به هیچ اصلی نه اسلامی و نه انسانی و نه هر چی که ما و شما از ارزش های ملی و بین المللی ما در جامعه فکر بکنیم طالب به اونا متعهد نیست. ما این رو در یک بحث دیگه هم که مثلا داشتیم با طالب ها، اونا گفتن که ما به هیچ فشار آماده نیستیم که از ارزش ها و اونمو رهنمایی ها و هدایات الهی پارا فراتر بگذاریم. ما برشان گفتیم که مشکل ما با شما همین است که شما پایتانه مطابق به دستورات الهی نمیگذاریم، در مخایرت با تمام دستورات الهی شما پایتان میگذاره و فراتر از تمام دستورهای اسلامی شما کار میکنه، تشویش مردم افغانستان و دنیا همی است. ما باورم این است که ایرانی ها در همی بازی فریب خوردن. اگر امروز هم سر وقت است و اصطلاح هر وقتی که مایل از آب بگیری تازه هست، اگر امروز هم اینا دست به کار شوند جلوی برنامه ها و بازی های کلان استخبارات منطقه را، امریکا را، اسرائیل را در بیخ کشورش، در یخنش و اصطلاح و در همسایگیش نگیره، با یقین کامل گفته میتونم که در آینده نزدیک به عنوان یک خطر و یک چالش بسیار بزرگ برای ایران ایما بده. اصلا به خود است که افلام اسناد و شواهد موثقی وجود داره که ما برای و شما هم در جریان هستید که طالب ها به این باور هستند به استثنای خودشان تبلیغی، حزب تحریر، شیعه، بالاخره به استثنای گروه خودشان تمام جریان های دیگه که در این فعالیت میکنند اینا کافر هستند، خونشان مباح است، مباح دم اصلا باید کشته شد. طالب با این مفکوره در افغانستان حاکم شده، با ایران شیعه آیا شما فکر نمیکنه که به عنوان کسایی که خونشان مباح است و جهاد علیهشان فرض است طالب نه یعنی این طرف در مرزهای افغانستان در مرزهای ایران مبارزه و جنگ دیگه در نتن؟ حتی اگر روز اینا فرصت مساعد ببینن این کارا میکنن، ولی وقت متاسفانه که دیر میشده باشه. امروز این بعد کسایی که مسئول هستن در این رابطه تصاویر خود داشته باشن، برنامه خود داشته باشن، وقت اقدام نکنن که فرصت از دست رفته باشه و ناوقت شده باشه.